سعید مدنی، فعال سیاسی و پژوهشگر مسائل اجتماعی و از امضا کنندگان این بیانیه از تهران. خوش آمدید آقای مدنی. درباره محورهای این بیانیه در محکومیت حمله روسیه و ترکیب امضا کنندگان اون بیشتر به ما بگید. خب همونطور که اشاره کردید، تعداد کثیری از فعالان جامعه مدنی، هم از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، صنفی، حقوق بشری که طیف گسترده‌ای از مواضع سیاسی اجتماعی رو هم دارند، در واقع تهاجم روسیه به اوکراین رو محکوم کردند. این مجموعه امضا کنندگان طیف گسترده‌ای رو تشکیل می‌دهند، از فعالان در احزاب و گروه‌های اصلاح طلب، جنبش سبز، ملی مذهبی، نهضت آزادی، سازمان‌های معلمان و طیف منتسب به بیت آقای منتظری. در هر حال امضا کنندگان بیانیه تأکید کردند که همونطور که 100 سال پیش تمامی کشورها با امضای میثاق جامعه ملل به اصطلاح تایید کردند مطابق بند 10 اون که دولت‌های عضو ملزم هستند تمامیت ارضی و استقلال سیاسی اعضای دیگر را محترم بدارند، در واقع این اقدامی که کشور روسیه انجام داده رو قابل دفاع نیست بر اساس موازین بین الملل. همینطور اشاره کردند که بر اساس بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، کشورهای عضو به اصطلاح جامعه ملل تاکید کردند که کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال اون علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری میکنند. بنابراین با هیچ منطقی از موازین بین الملل که کشور روسیه هم اون رو امضا کرده نمیشده و نمیشه که به اصطلاح این تهاجم رو تایید کرد و باید محکوم بشه. در عین حال امضا کنندگان به اصطلاح اشاره کردند که این استدلال که دولت یا رئیس جمهور اوکراین فاقد پشتوانه مردمی و حمایته، حتی اگر که فارغ از صحت یا سقم اون، نمیتونه مبنای تهاجم یک کشور باشه به کشور دیگه. آقای مدنی، چنین بیانیه هایی و تا واکنش های مردم در شبکه های اجتماعی نشون میده که فاصله معناداری میان موضع جامعه مدنی ایران و حکومت وجود داره. تحلیل شما از این شکاف چی هست و همراهی حکومت ایران با تجاوز نظامی روسیه چه پیامدهایی میتونه برای امنیت و منافع ملی کشورمون داشته باشه؟ خب واقعیت اینه که جامعه مدنی ایران خیلی متکی بر منافع ملی ایران و اون رو مبنای مواضع و دیدگاه خودش قرار میده. مردم ایران فراموش نکردن که نزدیک 40 سال پیش خودشون مورد تهاجم نیروهای عراقی قرار گرفتن و همین موازین بین المللی رو توسط صدام نقض شد و نتایجش فاجعه بار بود برای جامعه ایران. بنابراین نمیتونند که به هیچ صورتی از چنین رفتاری که دولت روسیه داشته حمایت کنند و برای همین هم در واقع منطق پشتوانه جامعه مدنی ایران تاکید بر حاکمیت ملی ایران و تمامیت ارزش و منافع ملی ایران، در حالی که در نظام سیاسی ایران کمتر دیده میشه که در مواضع و دیدگاه خودش به این جنبه توجه بکنه و اصولاً توجه نداره که علاوه بر حقوق بین الملل و نقض اون و تأیید یا تأیید تلویحی اون توسط دولت ایران میتونه بعداً ایران رو در معرض قربانی شدن به واسطه نقض همین اصول قرار بده. حتی موازین دینی و انسانی عذرخواهی میکنم، حتی موازین دینی و انسانی هم نمیتونه دفاع کنه به اصطلاح از این تهاجمی که صورت گرفته. سپاسگزارم از شما، فرصت بیشتری نداریم آقای مدنی. عذرخواهی میکنم. سعید مدنی، فعال سیاسی و پژوهشگر مسائل اجتماعی از تهران با ما.